سلام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گل و دوست داشتنی. امروز میخوایم واسطون پلو درست بکنیم و گوشت ماهیچه، برنج شوید داریم و باقالی تازه و میخوایم که گوشت ماهیچه را به سبک بپزیم. برنجمونم به سبک خودمون در میاد. غذای پر انرژی و خوبا خوشمزه و عالی. ما اینجا گوشت ماهیچه گوسفندی داریم. این به عبارت گوشت ماهیچه گوسفندی جلوی ماهیچه است و پیاز سیر داریم که میخوایم به عبارتی برای طعم دار کردن، مزه دار کردنش. نمک داریم، نمک دریایی داریم. ترکیب از ادویه‌های مخصوص خودمون داریم که تخم گشنیز، فلفل قرمز، کرفس، پونه، آبیشن و این هم ترکیبی از مرزنجوش، فلفل سیاه، آبیشن، نمک، سیر، رازیانه. برای پختن گوشت من اکثر مواقع از نمک دریایی یا نمک سنگ استفاده میکنم که این نمک دریایی دودی شده است و نمک دریایی، نمک سنگ صورتی. این هم شوید خشکمونه که میتونیم عبارتی با شوید تازه ترکیب بکنیم. میتونید شوید تازه جداگونه استفاده بکنید. حالا داریم شوید تازمون رو خوش میکنیم. باید سر کنیم ریز خوردش بکنیم. حالا با ترکیب از شوید خشک داریم شوید خوش میکنیم. شوید خشک رو ترکیب میکنیم با شوید تازه. این ساقه های درشت شوید به عبارتی این ها یک طعم تون تلخی رو به تندی میده که مناسب نیست و در اینکه زیاد هم پخته نمیشه. شویده مو فقط دم میشه، عملا لازمه که فقط این به عبارت خود برگ های ریزش ها خورد بکنیم تا بتونیم یک پلو شوید باقالی خوشمزه داشته باشیم. در باقالی تازه رو خورد میکنیم چون که پلو شوید باقالی تازه میخوام داشته باشیم. شما میتونید از باقالی خشک استفاده بکنید یا از باقالی یخ زده استفاده بکنید. اگر از باقالی خشک خواست استفاده بکنید، یعنی نیم ساعت قبلش توی آب جوش بذارید که باقالیتون نرم بشه و بهتر پخته بشه در غذا. حالا من اینا رو درست میکنم، همش رو پوستاشا میگیرم. این باقالی همش رو باید پوستاشا گرفت. جعفری رو میریزیم داخل قابلمه و آب میریزیم و با کمی نمک و فلفل میذاریم پخته بشه. وقتی پخته شد و کاملا رنگ آب سبز شد و این جعفری حالت به عبارتی پخته و لک شده پیدا کرد، میریزیمش داخل صافی، صافش میکنیم و اون آبش رو مقداری کره، یک کمی نعنا و پونه خشک، یک کمی حرارت میدیم که یه غلظت مناسبی پیدا بکنه و اون سس رو در کنار غذامون سرو میکنیم و برای تزیین بشقابمون ازش استفاده میکنیم. خب دیگه حالا اول سوپ ما وقت داریم سر حال پر انرژی که به عبارتی اینو بذاریم که چون باید حداقل 5 تا 8 ساعت این آب گوشت ماهیچه ما بپزه. حالا این گوشت ماهیچمونه که تهیه کردیم واسه یه خوراک خوشمزه. سر این ماهیچه برا پیاز ریختیم، یه مقداری از ادویه مخصوص خودم که در کپشن براتون جزئیاتش رو گذاشتیم رو می‌ریزیم روی پیاز ها و ماهیچه و گوشت های خودمون رو به عبارتی جاساز می‌کنیم و سعی میکنیم که همه جا رو بگیره. دوباره روی اون پیاز اضافه میکنیم و یک مقدار دیگه ادویه به اون اضافه میکنیم. بعد دو تا سیر میذاریم که بعد یک سیر کار میده خوشمزه بهمون میده و حدوداً دو لیوان آب و یک لیوان روغن، حالا روغن زیتون داشتین یا روغن آفتابگرد و روغن کارونا که بهتر از روغن زیتون استفاده بکنید و اگر هم دوست داشتین یک تیکه کره هم میتونید به اون اضافه کنید که خوش طعم‌تر بشه و با کره و روغن که این گوشت پخته بشه طعم بهتر میگیره. حالا گوشت نمی تقریبا آبش به جای خوبی رسیده، پخته است و یکم آبش کم شده. یکم میخوام بهش آب اضافه کنم، یکم میبش کره اضافه بکنم با اجازتون.
و کمی هم ادویه‌شو تست بکنم و نمک و فلفلشو تست بکنم و بزنم فرمونم کرده اضافه کنم که رنگ بگیره و خوشگل‌تر بشه. حالا میریم واسه یه افزودن موادمون به گوشت ماهیچه خوشمزه و خوشتم و خوشگلی میریم. خب همونی که دیدیم یه کمی ادویه اضافه کردم و زعفران اضافه کردم، کره اضافه کردم. حالا چون که آبش خیلی پایین اومده یه مقداری همش آب جوش اضافه میکنم که میخوام بریزم تو برنجم، آب جوش همش اضافه میکنم. خب ما داریم سیب زمینی رو رنده میکنیم، ما یک سیب زمینی رو رنده میکنیم و یک سیب زمینی رنده شده خوشمزه میخوام درست بکنیم و در صورتی که خواستی میتونیم قبل از به عبارتی سرخ کردن بهش زعفران اضافه بکنید. حالا یه پودر زعفرون یا زعفران آب شده بعد چیزی که مهم اینه که باید داخل پارچه بریزیم بعد که رنده شد آبش کامل بگیریم، روغن رو به دمای سرخ کردن برسونیم و بهش اضافه بکنیم سیب زمینی، یا مواظب باشیم که نسوزه. وقتی خب طلایی یا برشته شد برمیداریم، نمک بهش اضافه میکنیم و میذاریمش کنار تا برای تزیین بشقابمون ازش استفاده بکنیم و سروش بکنیم. ما دوشمون داشتیم جوش من برنجمون رو آبش خالی کردیم بهش اضافه کردیم، آبش با نمک بود البته، برنجمون اضافه کردیم گذاشتیم به بول بیفته. وقتی به بول افتاده حالا وقتشه که باقلمون رو بهش اضافه بکنیم، یه همش بزنیم. و خودتون به خودتون میدونیم برای اینکه یه برنج بستگی به درجه حرارت و میزان آب و نوع برنج همه چی داره، ولی حدودا بین 8 تا 9 دقیقه طول میکشه. حالا که من موقعی اضافه کردم که به پز رو تر به پز شوید و بعض موقع شوید تازه را برمیدارن فقط خورد شده وسط برنج اضافه میکنن. بعضی هم یکم میشه با خود برنج میپزن که حالا یکم طعم شوید داخل برنج بیشتر میشه. حالا ما 2-3 دقیقه و بعد 3-4 دقیقه کلی یه مقداری هم از نصف از شویدمون به آبش اضافه میکنیم. بعد که خواستیم لایه لایه بکنیم یه لایه شوید خشک میزنیم، بعدش هم لایه هم شوید تازه میزنیم. همینش که میبینی شوید رو به برنج اضافه کردیم و داره با هم میپزه، چک میکنیم که به عبارتی برنج نپخته باشه، برنج نه نشه و آماده بشه برای اینکه آب کشش بکنیم. خب برای ته دیگمون میخوایم ته دیگه برنج بزنیم، ته دیگه برنج به شوید یه کمی آب اضافه کردم، یه دو تا ماشون از آخوری آب، یه دو تا ماشون از آخوری روغ از نیاز نه و حالا میخوام شویده بهش اضافه بکنم. خب دوستان من در این قابلمه رو گذاشتیم، میذاریم یک کمی بخار کنه، درش هم دمپختی رو میذاریم درش. گوشتمون هم 5-6 ساعت ازش گذشته، تا اون موقع گوشتم تقریبا 7-8 ساعتش کامل میشه. خب دوستان صدای قلقل کردنه قشنگه این غذای خوشمزه رو شنیدیم. حالا میریم واسه یه سرخ کردنه پیازهای خشک. این هم روغنه مونه، میخوایم سریع این مواد را سرخ بکنیم و یه سریع شروع میکنه به سرخ شدن. اون باید بیان و سریع همش بزنیم. خب دوستان یه پیاز آقامون آماده شده، میریم برش داریم و بریم سر باقیه یه مواره. خب حالا وقتشه که سیب زمینی های رنده شده یه قشنگه اونا بریزید داخل روغن و سرخش بکنیم و خوشگلش بکنیم. دوستان عزیز این سس جعفری مونه، این جعفری پخته شده است و به همراه کمی آب اون جعفری که پخته شده و کمی شوید داخلشه و یه حب سیر انداختیم، نمک فلفل زدیم
میخوام میکسش بکنیم، بعد صافش میکنیم، سسش رو با کره غلیظ میکنیم و یک سس خوش طعم میسازیم و لذتش رو میبریم. خب این مرجون سبزمون رو یه عبارتی مخروشش کردیم، پوره شد، حالا میخوام صافش بکنیم. خب دوستان عزیز هم دوتون میبینید، من میخوام سبزیجات گریل شده کنار غذامو سرو بکنم. کدو و بادمجون رو حلال کردم، اسلایس کردم، گذاشتمش اینجا، نمک بهش دادم و میبینید که آب اضافیش ازش خارج شده و آماده است که آبشو به عبارتی بذاریم روی دستمال کاغذی و خشکش کنیم و بریم واسه گریل کردنش روی صفحه گریل. درود بر شما دوستان عزیز، خسته نباشید. همونطور که میبینید فوادم آماده شده، سیب زمینی درست کردیم، یه حالت ترک پیدا کرده، نمک بسدیم، پیازمون رو سرخ کردیم، یک طعم کارامل خوبی گرفته، ترده مثل چیپس پیاز میمونه و یکم نمیشه نمک زدیم. این روغنای اضافیش که بود رو من گرفتم و با آبش این سس قرمز که اینجا مشاهده میکنید را یکم روغن، یکم آب گوشت و یک مقداری هم آبیشن و نعنای خرد شده، یه نمک فلفل ناشپ هم ادویه آب گوشت دیگه میزون و اوکیه.